با سلام، شبتان بخیر. با 30 دقیقه خبر از یک خوش آمدید. امروز جمعه 25 دلو برابر می شود با 14 فوریه سال 2014 میلادی. سرخط خبرها. از بجوش آمدن خون امریکایی ها تا خونسردی رئیس جمهور کرزی، سناتوران امریکایی می گویند رهایی 65 زندانی خون آنها را بجوش آورده است. اما پاسخ رئیس جمهور: افغانستان یک کشور مستقل است. اگر مقام های عدلی ما تصمیم بر رهایی زندانیان گرفتند، پس این هیچ ربطی به ایالات متحده امریکا ندارد و نباید هم داشته باشد. نامزدان ریاست جمهوری در برابر آینه کمیسیون شکایت های انتخاباتی: فردا روند رسیدگی علنی به شکایت ها آغاز می شوند. سربازان امریکایی و ارتش افغانستان به جان هم افتیدند. در نتیجه درگیری میان سربازان امریکایی و ارتش افغانستان در کاپیسا دو سرباز امریکایی کشته شده است. اینجا افغانستان، کشوری که برای زنان همواره مصیبت می آفریند. اما امروز شمار زیادی از شهروندان افغانستان با پیوستن به جنبش 1 میلیارد تن برای عدالت به خشونت علیه زنان نگفتند. و تلاش های مخالفان برای برکناری یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین بی نتیجه است. اتحادیه اروپا خواستار پایان بحران در این کشور شده است. من جمال ناصر فرهمند هستم با مجموعه خبری این ساعت. رئیس جمهور کرزی واشنگتن را به اذیت کردن مقام های عدلی افغانستان متهم می سازد. حامد کرزی می گوید که تصمیم رهایی زندانیان بگرام هیچ ربطی به ایالات متحده امریکا ندارد و امریکاییان باید به استقلالیت و حاکمیت افغانستان احترام بگذارند. در همین حال رئیس جمهور تاکید می ورزد که آغاز عملی روند صلح کار امضای موافقتنامه امنیتی را میان کابل و واشنگتن سرعت خواهد بخشید. جنجال بر سر 88 زندانی بازداشتگاه بگرام میان کابل و واشنگتن در نهایت با رهایی 65 تن از این زندانیان به روز پنجشنبه به اوج رسید. هرچند کابل همچنان بر موقفش در این راستا تاکید می‌ورزد. ما در این باره با مقام های عدلی و استخباراتی خود چندین نشست داشتیم. رئیس استخبارات ما امروز اینجا حضور دارد. ما پرونده ها را برای بررسی فرستادیم و استخبارات ما گزارش داد که این 88 زندانی هیچ پرونده جرمی ندارد. با این حال رئیس جمهور کرزی بدین باور است که گرفتن هر گونه تصمیم در پیوند با چنین قضایا از سوی مقام های افغانستان و امریکاییان ربطی ندارد. Afghanistan is a sovereign country. افغانستان یک کشور مستقل است. اگر مقام های عدلی ما تصمیم بر رهایی زندانیان گرفتند، پس این هیچ ربطی به ایالات متحده امریکا ندارد و نباید هم داشته باشد. امیدوار هستم که امریکاییان اذیت کردن مقام های عدلی ما را متوقف سازند و به استقلالیت و حاکمیت افغانستان احترام بگذارند. خودداری حامد کرزی از امضای موافقتنامه امنیتی با واشنگتن از علتهای اساسی در بروز این تنش‌های تازه میان دو کشور دانسته می شود. هرچند رئیس جمهور همچنان پرداختن و پیش شرطهایش را در این پیوند لازم می گوید. پیش از امضای موافقتنامه امنیتی باید روند عملی صلح آغاز شود. این شرط در مخالفت با موافقتنامه امنیتی قرار ندارد، بل تسریع کننده امضای این موافقتنامه با امریکا. در حالی که بیش از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی مانده، شماری از مقام های امریکایی هنوز هم امیدوارند که رئیس جمهور کرزی حاضر به امضای موافقتنامه امنیتی شود. هرچند شماری هم بدین باورند که رئیس جمهور آینده افغانستان کسی خواهد بود که این موافقتنامه را امضا کند. و اما رهایی 65 زندانی خطرناک طالب خون سناتوران امریکایی را به جوش آورده است. برخی از این سناتوران هشدار می‌دهند که این کار رئیس جمهور کرزی روابط کابل و واشنگتن را تیره‌تر خواهد ساخت و طالبان را قدرتمند. این سناتوران رئیس جمهور کرزی را یک شخص مبهم و بی‌خبر از اوضاع افغانستان می‌دانند. فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که این زندانیان به میدانهای نبرد برخواهند گشت و صفوف طالبان را تقویت خواهند بخشید. سالها در بین زندان بسته بود زندان بگرام. در بازداشتگاه بگرام همه کسانی که در بند هستند
به اتهام فعالیت های حراس افکنانه و یا هم از میدان های نبرد گرفتار شده اند. 10 سال در بند، آن هنگام ممکن نوجوان بود. نامش محب الله. نظامیان امریکایی به اتهام فعالیت های حراس افکنانه از ولایت هلمند بازداشتش کرده بودند. من از آنان نفرت دارم، زیرا بی‌گناه به اینجا آورده شده بودم. از آنان میپرسم که گناه من چی بود. برایم بگویند که چیشه واحد برزد من دارند. آن هنگام من هم میپذیرم. من 10 سال در زندان بودم و هیچ کسی از ما نمیپرسید. من 10 سال دور از خانواده، پدر و مادر در اینجا گذراندم. چرا؟ علتش چی بود؟ همانند محب‌الله زیاد کسانی هستند که در چنین رویدادها بازداشت شده بودند، اما با فرمان های رئیس جمهور کرزی آزاد شدند. انتحاری ها نیز مشمول این افراد بودند. بسیاری از آنان در پیوند به جاسازی مواد انفجاری، کارگزاری ماین های کنار جاده و دیگر رویدادهای حراس افکنانه بازداشت شدند. بسیاری از این زندانیان بالفعل بازداشت شده بودند. نشانهای انگشت و دستانشان در مواد انفجاری ثابت شده است. این موضوع پرسش برانگیز نیست. با باور من اینها مجموعه از هزارها زندانی هستند که پیش از این رها شدند. همواره از بدرفتاری ها با زندانیان بگرام سخن گفته می شد. زندانیانی که در همین بازداشتگاه والیبال بازی می کنند. دیگر حکومت افغانستان در بین زندان را برای رهایی طالبان باز کرده است. دقیقاً کلمه فابریکه ساخت طالب را در بگرام که به کار بردم از سوی کسانی گفته می شود که در این زندان در بند بودند و آزاد شدند. مجرمان اصلی در این زندان به اقلیت می رسند. و اما در بیرون از افغانستان واکنش ها در پیوند بر رهایی این زندانیان چیست؟ در واشنگتن خشمگینی ها بیشتر از آن هستند که در درون افغانستان ابراز می شوند. سناتوران امریکایی این کار را نقض روشن قانون از سوی رئیس جمهور کرزی می دانند. کرزی برای کشور خود و روابط میان امریکا و افغانستان آسیب زیادی می رساند. او روابطش را با امریکا که مردم افغانستان خواهان مستحکم شدن آن هستند تیره تر ساخته است و طالبان را قدرت می دهد و آنان تشویق هم شدند. من در آن زندان چندین بار رفتم و هر باری که یادم می آید آن قاتلان آزاد شدند خونم به جوش می آید. سال هاست که نظامیان خارجی و افغانستان با طالبان سخت می جنگند. نبردی که تا هنوز پایان نیافته است و اما زندانیان طالب از بند رها می شوند. زندانیانی که بسیاری از آنان برگشت به میدانهای نبرد داشتند و این کار را نظامیان امریکایی خطر بزرگی می دانند. آنان مردان، زنان و کودکان افغانستان را کشتند. بیشتر زندانیان که آزاد شدند به جرمهای جاسازی مواد انفجاری بازداشت شده بودند. موادی که بیشتر شهروندان افغانستان را کشته است. ما باور داریم که بسیاری از زندانیان آزاد شده برگشت به میدانهای نبرد داشتند. زندانیان آزاد شده دیگر نیز صفای را صفکنان را تقویت خواهند بخشید. رهایی این زندانیان خشمگینی ها را در واشنگتن بسیار بالا برده است. از کاخ سفید تا کنگرس امریکا و پنتاگون این کار رئیس جمهور کرزی را سخت با باد انتقاد گرفتند. حکومت طالبان را از بند آزاد می سازد و اما طالبان بارها نظامیان بومی را پس از گرفتاری تیرباران کردند. ظاهرا این کار می تواند بر نبرد و اوضاع افغانستان پیامدهای ناگواری بگذارد. سازمان ملل متحد یک بار دیگر خواهان برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان شد. یک مقام این سازمان که به شمال کشور رفته است میگوید سازمان ملل متحد آماده است تا روند انتخابات افغانستان را در بخش های تکنیکی و مشوره‌دهی پشتیبانی کند. در همین حال والی بلخ تاکید میکند که انتخابات باید در زمان معین آن برگزار شود. در غیر آن افغانستان به بحران روبرو خواهد شد. با گذشت هر روز زمان برای برگزاری انتخابات تنگتر شده می رود. اما اهمیت این روند هم بیشتر. چنانچه یک مقام سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات پیش رو را هم برای مردم افغانستان و هم برای جامعه جهانی بسیار با اهمیت می داند. این مقام که به شمال کشور سفر کرده است می گوید سازمان ملل متحد در بخش های مشوره دهی و تکنیکی روند برگزاری انتخابات افغانستان را پشتیبانی می کند. بدون شک انتخابات افغانستان یک روند افغانی است و مربوط به افغان ها می شود و مردم افغانستان تصمیم می گیرند که در انتخابات رئیس جمهور آیندهشان را انتخاب کنند. سازمان ملل متحد نقش تکنیکی و حمایتی در این روند دارد و ما می خواهیم مردم افغانستان را در این روند یاری رسانیم.
تا انتخابات این کشور همانند سایر کشورها برگزار شود. اما با وجود این همه به نظر می رسد که هنوز تردیدها نسبت به برگزاری انتخابات پابرجاست. ولی بلخ هشدار می دهد اگر انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود، افغانستان به بحران کشانده خواهد شد. اگر خدا نخواسته وضعیت بحرانی شود و انتخابات راه نیفته، ما معتقد بایستم که دستاوردهای 12 ساله زیر سوال میره و آنچه که به نام دموکراسی، آزادی بیان و خدمت گذاری یا حکومت پاسخگو یا احترام به اراده مردم تا این دم اگر کمی هم کاری صورت گرفته، این هم خدا نخواسته از دست میره. 16 حمل سال پیش رو زمان برگزاری انتخابات تعیین شده است، اما سردی هوا و ناامنی دو چالش بزرگ برای برگزاری این روند گفته شده است. هرچند کمیسیون های برگزاری انتخابات همواره از همشمول بودن این روند اطمینان دادند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی فردا رسیدگی های علنی به شکایت های انتخاباتی را آغاز می کند. در این رسیدگی های علنی نام دو نامزد ریاست جمهوری که در پیکارهایشان تخلف کرده اند افشا می شود. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از این نامزدان نام نمی برد، اما هشدار می دهد که هر نامزدی که در پیکارهایشان تخلف کند با برخورد قانونی از سوی این کمیسیون روبرو خواهد شد. بسیاری ها از روشن نبودن برنامه های نامزدان ریاست جمهوری شکایت دارند. دسته دیگر هم از کمرنگ بودن پیکارهای این نامزدان در بسیاری از ولایت های کشور. نامزدانی که یکی از آنان به کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد. با این همه برداشتن پرده از تخلف های این نامزدان در پیکارهای انتخاباتی موضوعی است که تا فردا باید انتظار کشید. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نام های این نامزدان را افشا نمی کند. ما مکلف هستیم که شکایت ها به صورت علنی رسیدگی کنیم. فردا اولین جلسه رسیدگی به شکایت ها از آغاز کمپاین های انتخاباتی ما خواهیم داشت. شکایت هایی که به کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیده به شکل علنی رسیدگی خواهد کردیم. فردا دفترهای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در ولایت های کشور نیز گشایش می‌یابد. این کمیسیون می‌گوید که در آغاز به نمایندگان این کمیسیون آموزش داده می شود و پس از آن به ولایت ها فرستاده خواهند شد. سر از روز شنبه پروگرام آموزشی که برای کمیشنرهای ولایتی در نظر گرفته شده شروع خواهد شد. در روز سه شنبه محفل تحلیف کمیشنرهای ولایتی را در کابل خواهد داشتیم. پایان هفته پس از تکمیل مسائل آموزشی و راهنمایی هایی که لازم هست و انجام مراسم تحلیف، اینا به طرف ولایت های مربوطه خود حرکت خواهد کرد. اما شهروندان کشور از این کمیسیون چی انتظار دارند؟ در شرق کشور دفتر خلاصی که چابانی سوک شکایت ولری یا کوم جرم غول چې موږ شکایت کمیسیون ته مراجعه وکړو اخبار شکایت ورنه. در شمال کشور هم بسیاری از باشندگان آن خواهان باز شدن هر چه زودتر دفترهای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی هستند. بعض از کاندیدای محترم است که مثال خلافکاری ها میکنه، ما نمیتونیم چیکنیم دبارش بررسی کنیم. مردم ولایت بلخ دمت خطی هایی که در انتخابات دیده میشه یا میبینن شایدش میباشن، باید اینا در جریان بگذارن تا مشکل رفع شود و از بین بره. در غرب کشور باشندگان هرات میگویند انتظار دارند در کار رسیدگی به شکایت های آنان از سوی این کمیسیون شفافیت وجود داشته باشد. به خاطر حل ساختن مشکلات مردم باید حتما کمیسیون شکایات انتخابات برای هرات باز شد، برای از اینکه یک دریچه باشه برای رفع مشکلات. خوب است که در ولایت هرات یک کمیسیون باشه برای شکایات مردم که مردم مشکلاتی که در هرات با اون کمیسیون برسانند. بیشتر نهادهای ناظر از روند انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را به کمکاری‌ها و بی‌پروایی در ایجاد و گشایش دفترهای رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت‌های کشور متهم کرده است. آنچه این کمیسیون آن را رد می‌کند و ناامنی را علت اصلی تأخیر در گشایش دفترهایش در این ولایت‌ها می‌گوید. سابقه جرمی شماری از کارکنان ستادهای انتخاباتی در هرات برای پلیس این ولایت دردسرساز شده است. مسئولان پلیس در این ولایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهند کسانی را در ستادهای انتخاباتیشان به کار بگمارند که سابقه جرمی نداشته باشند. از سوی هم با گذشت نزدیک به دو هفته از آغاز پیکارهای انتخاباتی هنوز این روند در هرات بسیار کمرنگ است. عاطفه غفوری از هرات گزارش می‌دهد.
در روزهای نخست پیکارهای انتخاباتی در هرات، این ولایت گواه رویدادهای خشونتبار در پیوند به این روند بود. در آخرین مورد، همین چند روز پیش، یک تن از افرادی که گفته می شود در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدان در ولسوالی کروخ هرات کار می کرد، در یک درگیری دو جانبه به شدت زخم برداشت. اما اکنون به گفته پلیس روشن شده است که وی به جرایم سنگینی از جمله خشونت‌های قومی و قتل متهم است. ارتباط در هفته‌ای که گذشت ما یک مورد ترور یک شخص به نام ارباب اسماعیل در ولسوالی کروخ داشتیم که او هم تحت پیگرد پلیس قرار داشت و جرایمی را انجام داده بود، متهم به قتل بود و بعد از اینکه پلیس و نیروهای امنیت ملی سر از او صدا زدند که او را دستگیر بکنن و حکم بازداشت از او داشتند، او اسلحه‌ای که پیش خود داشت بالای پلیس و نیروهای امنیت ملی فیر کرده بود که شواهد مدارک موجود هست. شماری از اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدان نیز این سهلنگاری را میپذیرند. ارگاه ارگانهای کشفی امنیتی با همچو قضایای بر میخورن و یا شخصیتهای جرمی رو میبینن، اونا همو کارهایی که نیاز باید روی دست بگیرن اینا رو به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی بکنن. نخستین روز مبارزات انتخاباتی در هرات با تشییع جنازه دو تن از کارکنان ستاد دکتر عبدالله عبدالله همراه بود. بدون شک یک مقدار نگرانی هنوز هم وجود داره و پلیس متاسفانه پلیس هنوز یک گزارش قانع کننده برای ما ارائه نکرده، چرا مردم هم بی‌صبرانه انتظار میکشن. هرچند تصور میشد موارد خشونت در کمرنگی پیکارهای انتخاباتی نقش مهم داشته باشد، اما اکنون سردی هوا و بسته بودن سقف پولی ستادهای انتخاباتی سبب شده که این مبارزات بازار گرمی نداشته باشند. از میان 9 ستاد انتخاباتی که در هرات دفترهایشان گشایش یافته، در 15 ولسوالی این ولایت از پیکارهای انتخاباتی خبری نیست. تا فعلا این دفترها در مرکز شهر هرات بازگشایی شده و به ولسوالی ها سفر نکردند و ما از طریق مطبوعات و یا از طریق بخش امنیتی پلیس بر از اونا اعلام میکنیم هرگاه با ولسوالی های آسیب پذیر و دوردست سفر میکنن نیروهای امنیتی آمادگی کامل دارن. در دوره های پیشین پیکارهای انتخاباتی روزانه صدها تن از شهروندان در دفترهای شهری و روستایی نامزدان در هرات در رفت و آمد بودند، اما اکنون نه تنها که این پیکارها در روستاها کم رنگ است، در مرکز نیز گرمی چندانی ندارد. عاطفه غفوری، تلویزیون 1، هرات. در همین حال شماری از باشندگان ولایت فاریاب در یک گرد همایی پشتیبانیشان را از نامزدی اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. این باشندگان از اشرف غنی احمدزی می خواهند که در صورت برنده شدنش باید برای تأمین امنیت سراسری در کشور تلاش ورزد و برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم برنامه های مؤثر را عملی سازد. شماری از بزرگان قومی 4 ولایت شرقی کشور از پشتیبانیشان از نامزدی زلمه رسول در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. در همین حال زلمه رسول نامزد ریاست جمهوری ناامنی را از بزرگترین چالش ها در برابر حکومت آینده کشور می داند و می گوید که اگر به کرسی ریاست جمهوری راه پیدا کرد، روزنه صلح را بر روی گروه طالبان باز خواهد گذاشت. هرچند وی هشدار می دهد که اگر این گروه به صلح تن ندهند و به قانون اساسی کشور احترام نگذارند، در برابر آنان مبارزه خواهد کرد. یک چرخبال نیروهای خارجی در ولسوالی شاهولیکوت ولایت کندهار عصر امروز نشست اضطراری نمود. پادشاهان فرمانده پلیس این ولایت میگوید این چرخبال در منطقه باغتوی این ولسوالی نشست اضطراری کرده، اما سرنشینان آن آسیبی نرسیده است. طالبان در تماس با رسانه ها ادعا کردند که این چرخبال نیروهای خارجی از سوی آنان سقوط داده شده است و تمام سرنشینان آن کشته شدند، اما تاکنون نیروهای بین المللی در مورد این وضعیت چیزی نگفتند. در نتیجه درگیری میان ارتش و نیروهای آمریکایی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که در این درگیری 2 تن از نیروهای آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع ملی این رویداد را تایید می کند. ولی کاپیسا می گوید هین درگیری مخالفان مسلح دولت در نزدیکی این مرکز بالای مردم شلیک کردند. دیروز پس از حمله یک سرباز ارتش ملی به سوی نیروهای بین المللی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا،
درگیری شدید میان این نیروها صورت گرفته است. به گفته مقام های ولایت کاپیسا در نتیجه این درگیری افزون بر وارد شدن تلفات بر سربازان ارتش ملی 5 غیر نظامی نیز کشته و 6 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. گفته می شود که پس از این رویداد در ولسوالی تگاب وضعیت اضطراری اعلام شده است. یکی از افراد اردوی ملی بالای نیروهای ائتلاف فایر کرد و باعث کشته شدن و زخمی شدن از اینا تمام شد که ما دقیق تلفات مردم ملکی خود را که بسیار جای تاسف داریم که 5 نفر از هموطنهای ما در درگیری ها شهید شدن و 6 نفر هم زخمی شدن. از اردوی ملی یک نفر از بین رفته و هم از نیروهای ائتلاف ما معلومات کافی در راستا نداریم. با گفته والی کاپیسا از درگیری میان ارتش و نیروهای آمریکایی مخالفان دولت نیز استفاده برده و با پرتاب بمب‌های دستی تلفات را بر غیر نظامیان وارد کردند. از این فرصت هم مخالفین استفاده کرده که از طرف ابتدا در طرف مخالفین نارنجک ها فایر شده بالای ولسوالی و بالای قماندانی امنیه، بعدا از طرف این طرف هم فایرهای متقابل صورت گرفته که در این فایرهای پراگنده هموطنهای مکوژه خود به زندگی عادی خود مصروف بودن، اونا مورد اصابت گلوله قرار میگیرن که تلفات ملکی در این نشه. گفته می شود در این درگیری دو نیروی آمریکایی کشته شده است. هرچند والی کاپیسا درباره تلفات نیروهای آمریکایی چیزی نمی گوید، اما ناتو در خبرنامه تایید کرده است که دو تن از نیروهایش دیروز کشته شده است. در خبرنامه ناتو نوشته شده که دو مهاجم با لباس ارتش ملی افغانستان این نیروها را هدف قرار دادند، اما درباره مکان و هویت سربازان کشته شده چیزی نگفته است. دو نفر که لباس ارتش ملی افغانستان را بر تن داشتند، دو سرباز قوای بین المللی را به ضرب گلوله دیروز کشتند. پلیس کاپیسا هم نمیخواد در این باره جزئیات بدهد، اما وزارت دفاع ملی این رویداد را تایید میکند و درباره تلفات برخواسته از آن جزئیات نمیدهد. این درگیری همزمان بود با رهایی 65 زندانی از زندان بگرام. هرچند تا اکنون درباره پیوند داشتن این رویداد با رهایی زندانیان بگرام چیزی گفته نشده، اما رهایی این زندانیان روابط میان حکومت افغانستان و آمریکا را با شدت تیره کرده است. و ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه داریم. باز هم خوش آمدید و خبرها را با گزارش‌های از کشور و جهان ادامه می‌دهیم. کارهای مقدماتی راه آهن مزار شریف واکینه آغاز شده است. وزارت فواید عامه میگوید که به زودی کار عملی این راه آهن که افغانستان را به تاجیکستان و ترکمنستان وصل میکند آغاز خواهد شد. از عطا مراد ترکمنستان راه آهن آغاز را با عبور از واکینه انخوی مزار شریف، خلم و شیرخان بندر به تاجیکستان میرسد. هر سه کشور مکلفند مسیرهای راه آهنشان را بسازند. وزارت فواید عامه میگوید که ترکمنستان 90 کیلومتر را باید بسازد که کار عملی ساختان را آغاز کرده است و در تاجیکستان هم به همین گونه. اما در افغانستان مرحله مطالعات فنی آن آغاز شده و تا یک سال دیگر کار ساخت راه آهن مزار شریف واکینه آغاز خواهد شد. فعلا ما داخل افغانستان از مزار شریف چون حیرتان به مزار شریف وصل شده قبلا و ما از مزار شریف طرف عکنه میریم در حدود 225 کیلومتر شروع. در ماه مارچ انتظار می رود گفتگوها درباره ساخت راه آهن میان افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان در دوشنبه آغاز شود. نماینده های افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان در ماه مارچ در دوشنبه گرد هم خواهند آمد و در مورد ساخت راه آهن گفتگو خواهند کرد. این راه آهن بیش از 400 کیلومتر درازی دارد و در افغانستان هزینه ساخت آن را بانک انکشاف آسیایی می‌پردازد که هر کیلومتر این راه آهن 1.5 میلیون دلار تخمین شده است. اکنون قرارداد جدیدی با کمپانی معتبر کانادایی از طریق بانک انکشاف آسیایی امضا شده و عملا موبیلایزیشن در ساحه جریان دارد که مطالعات اساسی تکنیکی را انجام بده که ان شاء الله تعالی در ظرف 6 ماه باید این مطالعات تکمیل شود. توافقنامه ساخت راه آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان میان سران این سه کشور در سال 2013 میلادی در اشقابات امضا شد. تا اکنون در افغانستان تنها راه آهن حیرتان مزار شریف ساخته شده است.
افغانستان هم با جنبش 1 میلیارد تن برای عدالت همگام شد. ده‌ها جوان، ورزشکاران و آوازخوانان با گرد آمدن در شهر کابل با خشونت‌ها در برابر بانوان نگفتند. برخی از هنرمندان و آوازخوانان در این کمپاین جهانی دادخواهی نمایش‌های خیره‌کننده نیز داشتند. اما سالا 1 میلیارد تن در بسیاری از کشورهای جهان به جاده‌ها می‌ریزند و خشونت‌ها را در برابر بانوان نکاهش می‌کنند. قیام نوری به این موضوع پرداخته است. امروز دست کم 1 میلیارد تن در بیش از 200 کشور جهان به جاده‌ها ریختند تا به هر گونه خشونت در برابر بانوان نه بگویند، آنچه که به جنبش 1 میلیاردی به ضد خشونت معروف است. بر بنیاد آمارها همه ساله 1 میلیارد زن در این سیاره خاکی شکنجه می شوند. بانوان افغانستان هم گواه شماری از وحشتناکترین خشونت ها بودند. مثلا اگر ستاره را بیاد بیاورید، بانویی که چندی پیش گوش، بینی و لبهایش بریده شده بود. ده ها جوان در کابل اما گرد آمدند و خشونت ها را در برابر بانوان نکوهش می کنند. البته این یک حرکت فراگیر است که پارسال 183 کشور جهان به این پیوسته بودند و امسال 207 کشور جهان شامل هستند. طوری که می‌بینیم مخاصر که عدالت بین زن و مرد و خشونت علیه زنان باید برطرف شود و کسی نباید در حق زن ظلم بکنه، به او خاطر ما اینجا آمدیم. نمایش های خیره کننده هم انجام می دهند. نمایش های با پیام عدالت، صلح، برابری و مساوات برای تمام انسان ها. زنده باد آزادی، زنده باد برابری. متاسفانه مبارزه علیه خشونت علیه زنان در افغانستان به یک موزل تبدیل شده و امروز ما خواستیم همگامی خود را با 207 کشور جهان و زنان و کشورها نشان بدیم. شاید برای بسیاری از حاضران اینجا این نمایش ها بیش از یک لحظه سرگرمی چیز دیگری نباشد. بحث اثرگذاری این حرکت ها تا کجا جدی است؟ همچنین برنامه هایی را اگر یعنی مردم واقعا جمع شوند، اگر کم هم تاثیرگذار باشه ولی تاثیرگذار هست. چون این حرکت هایی در نفس خود می تواند مردم را از پیامد های منفی خشونت به ضد بانوان آگاه سازد. اما باور بر این است که مبارزه در برابر خشونت و کاهش این پدیده به مبارزه های پیگیر و جدی نیاز دارد. و در پایان خبری از اوکراین. اتحادیه اروپا از رهبران و مخالفان اوکراین خواستار پایان دادن بحران در این کشور شده است. استیفن فایله، کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا، روز گذشته گفت که حکومت و مخالفان اوکراین باید بر تشکیل یک حکومت ائتلافی در این کشور اقدام کنند. از سوی دیگر مخالفان یونکوویچ رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر بر کنار رفتن وی از قدرت تاکید کردند. مخالفان ویکتور یانوکوویچ بار دیگر بر برکناری وی از قدرت تاکید کردند. رهبران و مخالفان حکومت اوکراین روز گذشته در نشست خبری گفتند که آنها بر سمت‌های پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور اوکراین علاقمند نیستند و باید یانوکوویچ خود از قدرت کنار رود. هیچ لازم نیست که مقام های حکومتی حکومت را با مخالفان تقسیم کنند. ما خواهان کرسی نخست وزیری نیستیم. ما تمام مسئولیت ها را می خواهیم، یعنی گرفتن کابینه وزیران. مخالفان یونوکوویچ هشدار دادند که اگر معترضان بازداشت شده آزاد نشوند، بر اعتراض های خود ادامه خواهند داد و مسئول نارامی های بیشتر در این کشور حکومت کنونی اوکراین خواهد بود. ساختمان های دولتی به تصرف راهپیمایان در آمده است. اگر معترضان بازداشت شده ما آزاد نشوند، این به معنی ناکامی گفتگوها خواهد بود و مسئولیان مقام های دولتی خواهد. از سوی هم اتحادیه اروپا از رهبران و مخالفان اوکراین خواسته است که برای تشکیل دولت ائتلافی در این کشور تلاش کنند. کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا که در کیف حضور داشت گفته است که اتحادیه اروپا آماده است اوکراین را کمک کند تا به وضعیت بد اقتصادی خود پایان دهد. ما آماده هستیم که همراه متحدان خود و اوکراین را کمک کنیم تا مشکلات اقتصادی خود را حل کند. نارامی ها در اوکراین از 3 ماه پیش آغاز شد، زمانی که ویکتور یانوکوویچ از امضای توافقنامه همکاری های تجارتی با اتحادیه اروپا صرف نظر کرد. این اقدام وی با اعتراض های شدید شهروندان این کشور همراه شد. در این اعتراض های 3 ماهه دست کم 6 تن کشته و 10 تن دیگر مشمول پلیس این کشور زخمی شدند.
به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. شبتان خوش، خدا نگهدارتان.